جام جهانی با رپرهای ایرانی. اگر ایران توی جام جهانی قطر به جای بازیکنای فلیش، مهراد دیدن خلص، امیر تطلی یا سیچکس به اصالتی تو رضا پیشرو توهی، شایع پوتک و حسین توی ترکیب تیم ملی ایران داشتیم، دقیقاً با همون گروه بندی‌ها با انگلیس، آمریکا و ولز بازی می‌کردیم، نظرتون رپرهای ایرانی میتونستن تیم ملی ایران از گروه صعود بدن یا حتی به فینال جام جهانی برسن؟ سلام و درود خدا بر شما باد. بریم سراغ بازی انگلیس با رپرها. تنظیمات بازی سوپر استار 10 دقیقه و ترکیب تیم ملی. همونطوری که مشاهده می‌کنید 11 تا از رپرها رو داشتیم توی تیم ملی ایران و فقط 2 تا از بازیکن‌های فعلی ایران مثل جهانبخش و طارمیو گذاشتیم تعویضی. چون شاید اینا مصدوم باشن و کلا بازیکن نداشته باشیم که بیاریم تو. توی تنظیمات از مهراد دیدن خواستیم که کلا عقب بمونه و جلو نیاد. و همچنین رضا پیچرو کلا برنگرده توی دفاع. و ترکیب شده اینی که می‌بینید با کاپیتانی هیچ کس. بازی با انگلیس استرلینگ در مقابل مهراد دیدن. به به بازی شروع می‌شود در قطر ایران در مقابل انگلستان. هیچ کس به عنوان کاپیتان تیم ای شماره 1 چرا دادم به هیچ کس؟ آقا من حواسم نبود لیتون رو می‌خوام بذارم تو رفت. بعد مشاهده بکنید با ترون تیم ملی ایران که حضور پیدا می‌کنن. بابا نشون بازیکن ما رو نشون بده. در و دیوار رو داره نشون میده. با ترون تیم ملی ایران پیشرو، تطلو، پوتک، توهی، محمد شایع، مهراد هیدن و خلصی که خوشگل و یاس، حسین ابلیس و بساد لیتون و کاپیتان سروش هیچ کس. بریم بازی شروع می‌شود تیم ملی ایران همین اول کاری نمی‌کشه بالا. میره تو فاز دفاعی و سروش هیچ کسی بازی کنترل میکنه. مرسی شماره 11 آقای پوتک. من مرکز شماره 11 رو نمیدونم ولی پوتک شماره 11 رو دادم. شماره 7 واسه تطلو بودش. حسین ابلیس سر به سر ابلیس نمیتونه بذاره. اوه و سر توپ زیبا. حالا رضا پیشرو بعد حرکت کنه تک به تک. تیر اول، تیرک. برو. یاس سان میکنه. حالا پیشرو برگردون. چه شد؟ دوداش من گفتم اول بازی ما 2-2-1 میبازیم. به خود خدا وکیلی من آقای تو شاهده. خدا وکیلی دارم میگم بازی رو از سوپر استار پاز نکردم بازی رو. بعد خوشحالیه. بازیکن ایران مشاهده بکنید. در دقیقه 6 به انگلستان گل میزنن. تک به تک گل نکردی. بعد برگردون گل زدی. سر رضا پیشرو با یک گل برگردون مارادونایی درد رو باز میکنه. اوه نه وایسا. آقا امیر تطلو برو تو پاش. سان نکنه. ات نگاه به خدا زرش. واش آگه یاس تیر یک دروازه رو نگرد چه خلصه میاد جلو رو نگرد داره. حالا شماره 10 شایع رو نگرد چه میرسونه به این ورتر. تطلو سوپر رو نگرد چه رضا پیشرو جایگیری بدی و انجام داده سمت چپ. اول تطلو اضافه میشه سمت داخل. یه دبل تا اول فاز حسین ابلیس میاد به استقبالش. به به بکشیدش. نیمه اول با برتری 1 برای چلیگی تیم ایران. مادر شروع میکنه رضا پیشرو که تکی گل بازی ایران رو به ثمر رسونده. اول فاز دو پاس رو میده. حرکت میکنن رو به جلو خلصه به جلوتر. حالا دو تا انتخاب پیش رومون هست. پاس به خلصه یا تطلو. بابا اینا توپو بگیرن ول نمیکنن که ما ایرانی. مرسی برو پیشرو برو. واسه علی به رضا پیشرو تک به تک پیشرو با دروازه‌بانشون میزنه پیشرو توی دروازه. این قدرت رضا پیشرو کسی که لباس مارادونا برای تیم میپوشه تو گل بازی و ثمر رسون ایران دو بر هیچ از انگلستان بده پیشی میگیره. برش کن. بدبختی ما میدونی چیه؟ بدبختی ما اینجاست که پایینا مصدوم نشه من تعویضشو نباید بکنم. پس عقب تر رضا پیشرو تک سر کار میکنم با آقا رضا پیشرو پشت مدافع. دادم دماغ یارو رو بردیم پایین. حرکه اینه که دیگه غلط اضافی نمیتونه بکنه. تیم ملی ایران با درخشش رضا پیشرو تونستش دو بار هیچ نسان رو در همه یک رو عدد سوپر استار و به مساف بازی آمریکا یا ولز باید میرم بکنم. ولز باید میرم نمیدون بهترین باید کنم رضا پیشرو نمره 7.5 بعدش کوتک صدر جدول و انگلیس تن جدول. توی این بازی تصمیم گرفتم که شایع رو به جای به سال لیتو تعویض کنم چون به سال لیتو شوت بهتری داشت در مقابل هر کین و دوستان گرامی. جرس فیل مشاهده میکنید در مقابل سروش هیچ کس به عنوان دو تا کاپیتان یک شماره 11 یک شماره 1 زرش و امام رضا شایع که رفته دروازه واساده. ایران مادر شروع میکنه شماره 10 رضا پیشرو دو گله همین الان میکشن زیر توپ. حالا تو دروازه ملی اینجا مهدی خان استادیاب استعداد رو شکوفا میکنه و به سادی توی که از دروازه کشیدم شنون گول اول تیم ملی در مقابل ولز میزنه. اینجوری استادیاب میکنه. ببین اینجوری استادیاب میکنیم. آقای پوتک خان برو رضا پیشرو برو رضا پیشرو اوه برو پاس وسط همون پاس وسط پیشرو میره واسه گل زدن پاسش وسط لیتو در میاره توپشو. اوه یاسین پاس به رضا پیشرو پشته نمیرسه که پوتک توپ رو نگاه میخواد بره گوشی ها به سمت وسط میخواد مایل بشه پاس به گوشه کوتک خودش حرکت میکنه پاسش رو به وسط پیشرو گلش میکنه یا نه. سومین گل پیشرو در مقابل بازیکنای چرت و پرت و سه گل میشه پیشرو در جام جهانی قطر. دومین گل ایران رو ثمر رسوند در دقیقه 40 بازی. من پدر سوخته دیگه. حالا شما تو لیگ خودتون 4 تا گل نمیتونید بزنید اینجا اومدین بشوت. این گل میشد این گل شده بود راحت بهترین گل پوشکاش جام جهانی میشد چون پاس منوال بود. دوستان
اجازه بشه بودن ببند ببند بابا ببند ببند و اینو شروع شد دوباره هیچکس توپ رو زیر پاهای اوه آقا اجازه پیش رو خیلی دیگه اعتراض نکن عزیز دلم آخه گل زدی قربونت سه تا گلم زدی با علی ما نت گرسپیل اومد گرسپیل اومد زهر خدا برسه زیرش که ای آقا بگیرش سلام گل میزنم بهم راد هیدن متاسفانه کلن داره کم خودشون نشون میده اونور تتلو رو دارم میبینم ببینم یکی پاس بدیم یکی پاس ندیم به تتلو پاس رو میدیم آقا به من چه ربطی داره من دارم اونور تتلو رو میبینم ولی بدبختی اینو که نمیتونم بهش پاس بدم شادم دادم گل شد خدا مکله چه زوجی گذاشتم اون جلو هیچ کس تتلو پیچ رو یک دقیقه تا سود ایران و قطعی شدن سود توپ لو نرفت تمومه فقط 10 ثانیه تا سود داور و سود تیم ایران و تاریخ سازیشون به مرحله بعدی جام جهانی در نماز کن دوباره پیش رو شد من هر جور دو تا چهار تا میکنم ما باید چیزی زده باشیم بله همینطور که مشاهده میکنید انگلستان فعلا دومه اما بعد یه بازی دیگه بکنیم حتما تو با آمریکا ولی بدبختی اینه که اگر بازی آمریکا رو بازیم و انگلستان ولز رو قطعا میبریم نباید اول باشه بازی سوم مرحله گروهی آغاز شده من به پیش رو تسلی و استراحت دادم یا علی که در بازی بعد داشته باشیم چون این بازی دیگه یه جورایی واسه ما تدارکاتی به حساب میاد و شوتو سوباسا بده پاسو تارمی بره اون کلمتی تارمی از همه رد شد و حالا خود تارمی یه چیپ زیبا همینه جلوی آمریکا باختینا همینه تمام میشه بعد اول با تساوی صورت زب داری بازشون حرکت کردن اونجا مکنیو میخوره خلسه میخوره مکنیو تارمی حرکت کرده پاس خلسه به تارمی حالا اون طرف تارمی حرکت زیبایی داره انجام میده و تو بهش اشکال نزنن که کره زیبایی بازشون ایران به استاد لیتو پاسشون رو به جلوتر میرسونن پوتک پرو میره به وسط تارمی به سمت راست میرسونه حالا اون طرف وسط کاملا خالیه و پوتک رو راه میندازیم شوت پوتک تارمی گیج هستن تو این باز باریک پاش زوب قرار میگیره ببینیم که آیا استادیابی درستی انجام شده روی مهراد هیدن که بتونه ضربه تبدیل گل کنه یا نه شماره 3 ایران و ضربه شو در میاره ای بر اون پدر دروازه‌بان سوت به عنوان سرگروه از گروه بی و حذف امریکا از جام جهانی 2022 قطر و سوت رپرهای ایرانی همین جا رو توی وسطی داریم گرامی چه بهتر ماسکون یاس شد قطر رومان چون بود اون سوت کرد 6 امتیاز کره حذف شد برزیل حذف شد کرواسی حذف شد ژاپن حذف شد مکزیک حذف شد خیلی خوب حالا امریکا مشاهده میکنید ایران خورده به قطر اگر که قطر رو بریم یا میخوریم به فرانسه یا به هلندستان که احتمالاً فرانسه است. بله، ایران رسیده به مرحله حذفی جایی که فقط 16 تا تیم جلوی هم بازی دارن. ببینیم که ایران جزو 8 تیم برتر اضافه میشه اگر که این بازی رو بره، اضافه میشه اگر که نبره حذف میشه از جام جهانی و پیش لیتو رو دیدید؟ چیکار؟ داشت یقه به یقه میشد با اونا. همین اول تیم ملی میکشه بالا. به شوت فر استاپ میکنه، برمیگره بسیار آسان و راحت. حالا بابا آفساید نیست صدایی. وسط روش چیکار؟ صبر خود خاص حرکت میکنه به سال لیتو هم راه میندازه ببینیم که به سال لیتو حرکتش داخل انجام میده یا نه حالا لیتو تمام کار مدخل استدابی ها در خدمت شماست دوباره میگم فوتبال خدایی مثل چیزه شطرنجه ایلی شبیه بازی شطرنج و دوزه به نظر من فوتبال الان یکی میاد میگه اصلا ربطی نداره شطرنج شما جوری میچینی که مثلا یارو دوراهی بشه از یه راه نتونستی بری یه راه دیگه بری اینجا هم تقریبا مثل همونه بتونی یارو رو دوراهی بکنی کارش تمومه برو رضا پیش رو آقا رضا حرکت میکنه پشت مدافعین پاس عالیه هیچکس جالی تموم میکنه کارم رضا پیشرو جانم به این گل جانم به رضا پیشرو شماره نه حالا پوکر میکنه و 4 گل نمیشه در تور جام جهانی 2022 و توهی و حسینی که خوشحال شد آقا این حرکت ها انصافا به پاس چه نمره میدی به پاس چه نمره میدی تو کامنت ها بنویس فرمایید استاد بفرمایید یه گلوی تازه کنید آقا این شای بابا دویش ما جلویم چرا باز چی شده آقا شای من حالا مدرد میخوام ولی سروش هیچ کس اینجا چیکار است بس کاپیتان ایشو دنیا حالا گفتن ایشون آلبوم داده ایشون حرف بزنه خب اوکی حالا حالا از شروع میشه وسط بگی داره میره وسط بگی داره میره خطریه شایه بی جلو بزن یه غلطی داره میکنه رفت بیا تو مرسی خط بدون خطا درشک فکر کردی آقای شایه بابا این قدش نمیرسه به تیرک یا چون گل میخوردی سعود مرحله یک چهارم یک هشتم نمیدونم مرحله یک چهارم نهایی اگه اشتباه نکنم به قطری ها که دارن اعتراض میکنن داداش بردی بتونه قلیتا میتونه بتونه بازی کنه زمین چون تمیر بازی کنی قدری دست میده قشنگ رضا بیشتر دوباره بتونه بازی کن خدا رو شو آرژانتی سمت چپ اصلا بهش نمیخوریم مگر تو فینال خیلی همینطوری که دارن مشاهده میکنن ایران اومد بالا اون برام همینطوری که پیشبینی میکردیم خوردیم به فرانسه فرانسه هم 2-0 بردی از این طرف پرتغال و آلمان خوردن پایین به هم احتمال بسیار زیاد اگر بریم فینال با آرژانتین
میخوریم. فرانسه، ایران. یک خبر بعد. خاطر استفاده زیاد از امام رضا شایع 6 روز مصدومه. الان کی باید بره دروازه؟ اسم نیست جز هیچ کس. من هر جور حساب میکنم ما به فرانسه نمیخوریم. یعنی اینکه اونا ما رو ببرن احتمالش زیاده. ولی کور خوندی. رضا پیشرو بازی رو کنه همین اول کار. تیم ملی ایران با حضور علیرضا جهانبخش میکشه بالا. به خود رضا پیشرو واسه داده میشه. حالا از این طرف پسر لیتون داره حرکت میکنه. به خود بهسال لیتو پیشرو شوت پیشرو جانم به این گل. توی دروازه رضا پیشرو دروازه فرانسه رو باز میکنه. خودش فرق نکنه فرانسه رو چه آلمانی رو چه برزیل رو چه انگلیس رو چه هر کی داشته باشه دروازه باز میکنه. حد شده بابا گردون. چرا انقدر داره زود تمام میشه بازی؟ بعد از پیشرو اول نفر یکی داره میره بیرون تا یک آبی بنوشد و میره تو دهن اینا میخواستم وقتی تلاش داره مشاهده میکنی واسه روش چیزی که داره میگه که آقا دفعه رو باز نکنی همینجوری کوچ شات بدین یارو میاد بره تو. تا الان خدا رو چون شوتی به ما نزدن ولی بوهای بده داره استشمام میشه. هیچ چی نیستش بده دروازه بان این ور خالی است. بده پیشرو خالیه. خدای گلش کن پیشرو. تا حالا به این فکر کردین که لوریس یعنی لوری است؟ من از این جهت بهش نگاه نکرده بودم. خدا هیچ کس تو دفاع و دروازه بانی بزن بره دیگه. آقای خلسه بزن آواسش کن. دوستان گرامی حرکت کنید رو به جلو. آقا رضا پیشرو متاسفانه حرکت نمیکنه. نخواد عرصه رو باز بذاره برای جوانهای حاضر در هر عریضا جوانبخش در به تاچ بس به مستر پیشرو توپ رو گرفت تطلو میرسونه توپ رو استوبه خود پیشرو حرکتش بابا این نمیرسه به تو. سود به مرحله نیمه نهایی و سلام ایران و تاریخ سازی ایران در مقابل فرانسه. رضا پیشرو باز بهترین بازیکن زمین شد. یه چیزی حالا خودتون میدونید. بله همینطوری که باز میبینید پیش بینی های مهدی خان درست از آب در اومد و بازیمون خورد به پرتغال. آرژانتین حذف شد. 4-2 از انگلیس حذف شد. یا علی خدای فینال به انگلستان نخوریم. بخور. مورد نداره. اول ببین پرتغال میتونیم ببریم با رونالدو یا نه. خیلی خوب ایران پرتغال تاریخ تکرار میشه. جام جهانی 2018 در جام جهانی 2022 برای ایران تکرار میشه. نوبتی هم باشه نوبت اینه که رونالدو در مقابل رهبرای ایرانی بازی بکنه. فرناندز رو مینداختیم بیرون ما رو میبردین راحت. ولی فرناندز تو است اصلا عنصر اصلی فتنه است فرناندز. بگیر ازش واقعا نمیشه ولش کن. وای زهر مار. ای بابا تو واکس خطا نکنینا. همین تیر یک تیر 100% همینجا. دیدی وای وسط رو بگی هیچ کاری نمیتونه بکنه. واش بگیرین وای وسط عالی نگارش دار لیتون نگارش دار بده تلو. ای وای برو رضا پیشرو میرسی ها. پاس رو عقبه بوده خدا ببین پاس رو عقبه دوباره بی پدر راسته وگرنه همچین چیزی نمیشه. اون پاس بده عقب و شما خطا نگیری دیگه. میخوام اون کلمه رو هی به کار ببرم که بازی ساتیسفای کنن. با خود خدا گل خوردی. برناردو سیلوا 3-1 تو سرویس. تیم کامل بره بالا. هیچی واسه دست نداریم. تیم کامل بالا. واش حسین توی دروازه. حسین بول کلا. حالا حسین ابلیس کارو تمام میکنه. بله رو تمام میکنه و بازی یک بعد یک میشه. نمیداره که پرتغال به همین راحتی ایرانو حذف کنه از نیمه نهایی جام حذفی جام چی چیز جاست. حالا تیم یه پله میکشه عقب تا دفاع خالی نباش. رافالیا و عالی خطا نگیر. خواهش میکنم آدم باش. ببین شوت کن رضا پیشرو به سمت چپ امیر تتو حرکت کرده رو به جلو. پیشرو داره اونجا پاس پیشرو رفتیم واسه زده حمله زدن. رضا پیشرو پاس به امیر تتلو به این سمت پاسشو میده. حالا پوتک ضربش گل نمیشه. وقت های اضافی برای ایران و پرتغال. میتی تارمی بادرو آغاز میکن. حالا به تتلو پاسو میدیم. پاس منوال زیبا به تتلو رسید. تتلو به پیشرو تیر دوم مد گل. باریک کارو تمام میکنه. رضا پیشرو در دقیقه 98 بازی و در وقت های اضافی رو پاس گل امیر تتلو کار تمام میشه برای ایران. ایران کامبک تمام میشه. نیمه وقت اضافه ببینیم سراغ نیمه دوم وقت اضافه چه کسی فینال راه پیدا میکنه پرتغال یا ایران. همینا تو کامنت ها پیش بینی کنید. بیا اوه رونالدو پاس میده. مطمئنم رونالدو پاسش میکنه. جان میرو دیدین چه توپ پیگر. خواهش میکنم براتون مرسی. میکشیم زیر توپ رو سر رضا پیشرو ببینیم که هلو میتونه بزنه پیشرو یا نه. پاس پیشرو به پوتک نمیرسه. پوتک به سمت داخل میاد رو سر ریو. تمام سود ایران برای اولین بار و شکست پرتغال برای اولین بار در تاریخ توسط ایران و رضا پیشرو. حسین علی اسماعیلی تیمی که داریم مشاهده میکنیم به فینال جام جهانی 2022 قطر راه پیدا میکنه توسط گلزنی رضا پیشرو و حسین ابلیس. شیشه مطمئنا تذرت نبودم اصلا. ولی بریم بلژیک 3-1 زنش انگلستان و ما هم که 2-1 اینا رو داریم تو وقت اضافه و بلژیک ایران فینال جام جهانی. وای شایعه رسیده باشه جان پدر شایعه رسیده باشه. دیبروینه علی مدد دفاعشون ولی خوب نیست. دروازه‌بان جام جهانی رو مشاهده میکنید. کاپ جام جهانی جلوی دست ایرانی ها. اگر که این بازی رو ببرید میتونید تاچش بکنید. اگر نبرید حق نزدیک شدن به
گیمتریشو نداریم. حالا الان از کنارش میتونیم رد بشیم ولی ببین لوکاکو رو به چرخه فاتحه تیم خونده است. یعنی لوکاکو به چرخه فاتحه تیم واقعا خونده است، جدی میگم. سمت راست ارسال میکنه جایی که سپر خلصه سوکاندار ایرانی هاست. سوکاندار به یه معنی دیگه بود فکر کنم. بزن بزن دیگه شوتو. ای جان سرویس هاتی کردم گفتم چرا دوب شد. بگیری رفتیم بگیر برو. یه زاویه یه زاویه یه بغل پا زبون درازی پیش رو بکار تو ها مکار تو ها بازه زیبای رضا پیش رو از روی هوش این بازی کن. من میگم شیشه دیگه نه. ملی ایران بدون اینکه جلو بخواد بکشه بابای کارتوا رو میاره جلوی چشمش تا بتونه از پدرش تشکر کنه بابت اینکه فوتبالیستش کرد. آقای مهراد هیدان رو مشاهده میکنید نیمه اول با برتری یک برای هیچ به نفع ایران به اسفان میرسه. دوستان برین برین یه آبی تازه بزنین بر صورتتون. آقای شایی هم مثلا غم و غصه داره فکر کنم آلبوم غصه دارش اومده بیرون. رضا پیش رو بازم میاد حرکت میکنه رو به جلو محمد رضا شایی. اوه غلط کردیم برگردیم سبولند کورتوا رو اوه نمیزنیم رو سرش این ضربه رو. واش 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 گل خوردی دیگه برای تیم ملی برگرد. انرژی چی میدی داداش؟ الان یارو پنج تعویضش میکنه ولی یه تعویضم نداره. تیم بره بالا. پاس به سپر خلصه حرکت زیبای خلصه حرکت تتلو رو به جلو پاس به امیر تتلو پاس زیبا به امیر تتلو رفتیم که گل بزنیم. پاس رو به بیرون لیتو شوتش بیرون میره. باورم نمیشه داره این انقدر خراب میکنه. برو برو پوتا برو تتلو گازشو بگیر. ای دهنشو سرویس و یا خدا گلش کن گلش کن تتلو تمام در میان رمه تتلو و پاس گل پیش رو که دیگه با هم رفیق شدن و من گفته بودم و ماس هم میگم ها رو در میارن نمیذاره که ایران دست خالی بره. نگردار فقط توپو نگردار همین تو زمین خودشون هم نگردار. تمومه تمومه بزن تمام قهرمان میشه تیم ربران با تیم ملی ایران با حضور ربران مهراد ایدن و دوستان گرامی تونست قهرمان بشن و حالا اینجاست که باید آهنگ خود مهراد ایدن پلی باشه. حالا برو نگاه سیله گنگو نگاه ترکیبو خدای ما تو حالا کاب جام جهانی از نزدیک ندیده بودیم. ببر بالا ببر بالا ماشاءالله نوچ جونتون با وارهای وجودتون واقعا به رپرها میرسه. عکس یادگاری رپرها با این جام جزغلی جهانی که مشاهده میکنید برق میزنه در وسط پای بقیه بازیکن‌ها. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. شاید از این ویدیو لذت ببرید لایک کنید ویدیو رو که حتما یه بارم با بازیگرا بریم ببینیم که اینا میتونن جام جهانی رو ببرن با ایران یا نه. خدا نگهدار.